Okay. All right. تو میتونی انجامش بده. با 6 دقیقه کار با دمبل راستاک تا 400 کالری بسوزانید. بوسی که میبینین الان کارکر دیگه داره جهت اطلاع و درست کنم که کابیناییه که برای بازیگره اصلی کار در نظر گرفته شده. مثل ایران نیست که مثلا بازیگر بنده خدا بره لب جوب بشینه مثلا چایی بخوره آب بخوره منتظر باشه که پلانش برسه. اینجا چون هوا هم گرمه توی این کابینا کولر گازی هست، فضای خوبی مهیا شده برای بازیگر برای اینکه استراحت کنن، وقتش شد برن جلو دوربین. بابا همراه بشین بریم تو کابین رضا گل. به آقای بهوزیری خیلی ممنون. آقای گلزار حالتون خوبه؟ شده مرسی، خیلی ممنون. سوال من در مورد این کابینه است. ما تو ایران معمولا میبینیم بازیگر مثلا میخوان مثلا بهشون خیلی عزت بذارم، میگه آقا تو ماشین بشین نوبتت چه صدا میکنه. داریم این چیزو ما تو ایران؟ مثلا تعجب نکنید وقتی این داول نیست ایران دیگه. به هر حال بضاعت سینمای ما در ابعاد سینمای بالیوود نیست، خب اینجا بالیوود یک صنعت محسوب میشه. %70 دیالوگا انگلیسی بوده. %70 دیالوگا انگلیسی، %10 با نقش هم خونه من آقای احمد تو خونه است که به زبان فارسیه و یه مقدارم به زبان هندیه، یعنی خود هندی هم تو خونه یه مقدار هندی حرف میزنن، یه مقدار انگلیسی با هم حرف میزنن. شما هندی حرف میزنید؟ من مقدارم هندی حرف زدم دیگه، کلا اندازه‌ای هم هندی حرف زدم. متشکرم در خدمت. بنیام جان خسته نباشی، چطور قربونت برم؟ چطور ما بیام باید مصاحبه؟ خیلی مخلصی نفت، خیلی چکر. آقا را بریم؟ را ولی یکم نریم. باش، چطور بوده تا اینجا کار؟ خوب بوده، خیلی خوب، خیلی عالی بوده. من اصلا موسیقی خیلی سخت داره دیگه. موسیقی یه جور دیگه است دیگه، یه حال باحالیه. و سال آخرم الان پشت صحنه این که چقدر نسبت به فیدبک امیدواری، چقدر به پرفروش شدن فیلم امیدواری؟ فکر کنم اتفاق خیلی خوبی میفته. آره منتها دیگه ببینیم خدا چی میخواد. آره کار خداست دیگه. آره. مرسی. سلام بمبئی، واسه همون تعریف کنید بگین که مردم در جریان باشن واسه تولید همچین فیلمی چه سختی ها و چه اتفاقایی پشت سر گذاشته. به هر حال سینمای بالیوود برای همه مردم شناخته شده است. واقعا وقتی یک صنعت سینمایی در حد بین المللی مطرح میشه، قطعا تمام تجهیزاتی که برای این فیلم سازی استفاده میشه همش در حد حرفه‌ایه. خب سلام بمبئی حاصل دسترنج 3 سال زحمات شبانه روزی همه دوستان هستش که واقعا اینجا هستن و میشه اون چیزی که الان روی پرده سینما فردا میبینیم و امیدوارم که دوستان هم دوست داشته باشن فیلمو. واقعا امید خدا. بازیگرا میان ایران؟ هندی ها؟ بله قراره مثل این که ما شنبه در خدمتشون باشیم. والا من به عنوان مدیر هنری و طراح صحنه کار فکر میکنم که یه کار نوعی بود، به خاطر اینکه با
گروه هندی من تا حالا کار نکرده بودم و برام جالب بود که اتفاقی که افتاد اینجوری بود که از کشور دیگه که کار کردم چیزی کم نداشتم، مثلا از هالیوود و اینا، یعنی صنعت سینما رو میشناسن و به عنوان صنعت میشناسن، نه مثل ما تفننی سینما کار میکنیم. یعنی سینما تو ایران هنوز کار دستیه ولی در اونجا صنعته. جناب آقای خسروی، تدوینگر سلام بنبایی، قربان شما واسه ما تعریف کنید که تدوین سلام بنبایی چقدر در واقع زمان برد و چه چیز جذابی واسه شما داشت؟ زمان که من تقریبا با گروه سینک بودم، اونجا بودم، یعنی با یه اختلاف تقریبا دو هفته ای تو هند بودم، یه بخشش رو تو هند کار کردیم و بخش اصلیش رو تو ایران. جذابیتش خب اولین چیزش این بود که فیلم به زبان انگلیسیه، یعنی تقریبا 70% فیلم به زبان انگلیسیه، عواملم چه ایرانی چه هندی انگلیسی صحبت میکردم. به نظرم اولین باریه که تو ایران یه فیلمی با این فیوچر فیلم در واقع بیگ پروداکشن اینجوری به زبان انگلیسی داره تولید میشه و عوامل همه دارن انگلیسی حرف میزنن. این برای من خیلی جذاب بود که یه پروژه اینترنشنال اینجوری دارم کار میکنم. زمانم دیگه حدودا فکر کنم حدود 4 ماه وقت برد. خانم رحیم آبادی عزیز، دستیاریه که تولید توی سلام بنبایی، بفرمایید که چقدر سخت بود این کاری که شما قبول کردین با این همه در واقع عوامل؟ البته خدمتتون عرض کنم که الان شما توی برنامه استارینگ شو فیلم سلام بنبایی هستین، یه برنامه ویژه که معمولا فیلم ها این کارو نمی کنن. ما برای فقط برای عوامل اصلی این کار کردیم، هم یک تشکر ویژه از اینا باشه، هم اینکه شرکت آرس ویوندی تی وی لطف کردن پشتیبانی این مراسم رو بر عهده گرفتن که الان همه دوستان اینجان. البته از شما از سختی کار از من پرسیدید، هم این ترتیب دادن این برنامه به هر حال سختی خاص خودش رو داشت، هم که زمان بندی مون خیلی کم بود و اینا، و بعدش اینکه سختی کار توی خود بنبایی نمیتونم بگم سخت، چون سینما کلن واقعا سخته. سختی کار نبود، فقط چون پیشبینی نشده خیلی اتفاقا میافتاد، مخصوصا توی تولید کارو سخت‌تر میکرد، زمان ما رو کمتر میکرد. یک توی بالیوود یک کارهایی میکنن که ما اصلا حتی شاید تو عمرمون هم در مورد تو سینما ایران نشنیده باشیم. آقای عطایی، مدیر مارکتینگ برند آرس ویوندی تی وی، شبتون بخیر. داستان امشب چیه قربان؟ متشکرم و مرسی از حضور شما برای این گزارش خوبی که درست کردید، امشب پوشش خبری که دارید میدید. یک دو این که ما امشب اینجا هستیم، ما یه پلنی رو برای فیلم سلام بنبایی طراحی کردیم و یه استارتینگ شوی داریم براش الان میسازیم که توی الان تولید این استارتینگ شو هستیم. چیه استارتینگ شو؟ چون تا حالا نداشتیم میپرسم. و سناریو رو که اجازه بدید توضیح ندیم، چون تا 48 ساعت آینده برنامه پخش میشه قسمت یکش. اما خب فقط این رو بگم که در خصوص فقط کست تولید فیلمه، یعنی هیچ آرتیستی توی این برنامه نیست، فقط کست تولید و اتفاقاتی گسترده که برای این فیلم افتاده تا به امروز که فردا اکرانشه تقریبا دیگه. شما پخش کننده فیلم سلام بنبایی این توی اروپا، یعنی اینکه کدوم کشورها و اینکه از کی اتفاق میفته اکران سلام بنبایی توی اروپا؟ زمانش که خب اطلاع رسانی میشه توی هم رسانه های داخلی هم خارجی مطبوعاتی، و بله تقریبا ما اکران کننده کل اروپای سلام بنبایی هستیم، هم ورژن هندی هم انگلیسی هم فارسی و داخل انگلستان. و اون هم باز یه اتفاق خیلی خوبی که برای این فیلم افتاد، تقریبا میشه گفت برای اولین باره که یه فیلم ایرانی داره تو سینمای رسمی کشورهای اروپایی پخش میشه و بلیت از گیشه سینما خریداری میشه، چون تا الان اکثر اکران فیلم ها متاسفانه بلیتاش تو جاهای رسمی فروش نمیرسیده، توی سوپرمارکتی ها، تو فروشگاه ها، توی سایت های نامعتبر که اصلا خب درخور سینمای کشورمون نیست.
آیا جان تو ہی ہے میرا. Joining us tomorrow, Reza Gulzar will be there. We will all be there. Can you be? سلام مخاطبای عزیز تی وی پلاس، اینجا سی ای پی فرودگاه بین المللی امام خمینی هستش. عوامل فیلم سلام بمبئی، عوامل هندی فیلم سلام بمبئی لحظات پیش به فرودگاه رسیدند که یه نشست خبری هم اینجا برگزار شد. همونطور که میدونید روز اول فروش فیلم سلام بمبئی باعث شکست شدن رکوردها در سینمای ایران شد و بالغ بر 500 میلیون این فیلم فروخت. بعد از دیدن کنفرانس خبری در فرودگاه به سینما کوروش میریم تا تصاویر اکران خصوصی فیلم سلام بمبئی رو با حضور عوامل هندی و ایرانیش ببینیم. این نازنین پسری ما هم که اگر نبود تو فیلم هم کتک میزن آیا تو بگم از من ببینیم به دست افتخارش کنیم. امروز
روابط سینمای ایران و هند و بیشتر از این هم افتخار آقای شاهد.